سلام، چند وقت پیش این ویدیو رو دیدم که یه قوطی آلومینیومی نوشیدنی و داخل محلولی از لوله بازکن‌ها گذاشتن و در نهایت آلومینیوم هضم شد و اون لایه نایلونی داخل قوطی باقی میمونه. از لحاظ علمی هم این کار امکان پذیره چون هیدروکسید سدیم میتونه آلومینیوم رو حل کنه داخل خودش. داشتم این ایده رو امتحان کنم چون یه بخشی ازش به نظرم ایراد داشت و رنگ محلول در نهایت باعث یه چیزی حدود سیاه رنگ باشه، قهوه‌ای سیاه رنگ بشه و این محلول شفاف به نظرم یه جایش ایراد داشت. به همین خاطر رفتم یه لوله بازکن صاف گرفتم که ترکیب اصلیش هیدروکسید سدیمه. حتما دقت داشته باشید که این ترکیب باشه. یه مقدار کمی از اون رو داخل این بشر 1 لیتری ریختم. هر وسیله شیشه‌ای یا پلاستیکی دیگه میتونید استفاده کنید، وسایل فلزی استفاده نکنید. خب اینجا چون سنگین نبود داخل این محلول فرو نرفت، داخلش یه مقدار آب ریختم و وقتی که سنگین تر شد دیدم به راحتی داخل محلول قرار میگیره. اگه دقت کنید یه مقداری هم سنباده زدم این اطراف بطری رو به دلیل اینکه این رنگ اجازه نمیده که هیدروکسید سدیم به آلومینیوم حمله کنه. یه مقداری که از واکنش میگذره میبینید که شروع به حباب دادن میکنه. این واکنش حباب هایی که اینجا داره از سطح قوطی فلزی خارج میشه حباب های گاز هیدروژن و اشتعال زا هست و بخارالات سمی هم داره این واکنش. باید مراقب باشید که حتما این واکنش در یک فضای باز انجام بشه. میدونید که گاز هیدروژن اشتعال زاست و چند باری هم در موردش ویدیو ساختیم. مثلا ویدیوی قبلی که در مورد تولید گاز هیدروژن ساختیم، اومدیم فویل های آلومینیومی رو توی همین لوله بازکن انداختیم. گاز هیدروژنی هم که تولید شد داخل یه بادکنک جمع کردیم و برای تایید اینکه گاز هیدروژنه اون رو به همین شکل آتش زدیم و دیدیم که توی اون ویدیو گاز هیدروژن تولید شده بود. اینجا هم دقیقاً همین اتفاق داره میفته. ولی دلیل اصلی که اینجا شعله خیلی زیادی دیده نمیشه اینه که گاز هیدروژن خیلی سبکه، سبکتر از هوای اطرافش هست و به سرعت بالا میره و پخش میشه و داخل این بشر جمع نمیشه. اگه بخوایم اون رو آتیش بزنیم بهتره که اون رو جمع کنیم. بعد از یه مدتی که از واکنش میگذره میبینید که رنگ محلول حسابی داره سیاه رنگ میشه و دلیل اون هم حل شدنه آلومینیوم هستش به صورت هیدروکسیدهای آلومینیوم که در کمپلکس با فلز سدیم هستن. این رنگ رو میدن. البته یه مقداری از رنگ هم مربوط به رنگ سبزی هستش که روی این قوطی رنگ‌آمیزی شده. خب پس نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که ویدیویی که در ابتدا دیدیم و ویدیوهای مشابه این یه مقداری دستکاری شده هستن. مثلا این اتفاق داره میفته ولی میان و اون محلولی که داخلش بوده رو عوض میکنن با یه محلول مثلا با آب مقطر عوض میکنن و دوباره این قوطی رو داخلش قرار میدن که اون شکل شیری رنگ و سفید رنگ رو اونجا ببینیم. این ویدیویی که ما انجام دادیم به این شکل در اومد. امیدوارم از این ویدیو هم لذت برده باشید. کانال خودآزمون کانال ویدیوهای آزمایشی و آزمایشگاهیه و مطالب علمی رو تو این کانال آموزش میدیم. اگه از این ویدیو به خصوص خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید.